کارزاری با امضای اقشار مختلف به رئیس جمهور ایران با هدف پیشنهاد حذف سهمیه‌های خاص ورود به دانشگاه راه اندازی شده است. هدف از این پیشنهاد ایجاد فرصت‌های برابر و رقابت سالم برای تمام داوطلبان و استفاده بهینه از استعدادهای برتر در ایران است. همکارم در گزارش خود این موضوع را روایت نموده که با هم می‌بینیم. کارزاری با امضای اقشار مختلف در ایران، خطاب به رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران با هدف پیشنهاد مبنی بر حذف سهمیه‌های خاص برای ورود به دانشگاه‌ها راه‌اندازی شده است. در این کارزار طی نامه‌ای با تأکید بر اهمیت عدالت آموزشی و شایسته سالاری به تجربه چندین ساله ای اشاره دارد که سهمیه‌های اعمال شده برای این گروه‌ها باعث بازماندن بسیاری از استعدادهای برتر ایران از ورود به دانشگاه‌های طراز اول شده است. این کارزار همچنین تأکید می‌کند که خود شهدا و ایثارگران نیز خواستار چنین تبعیضی نبوده و نیستند. در این نامه به جای سهمیه‌ها پیشنهاد اعطای امتیازات خاص به این خانواده‌ها ارائه شده است. از جمله این امتیازات امکان تحصیل رایگان در مدارس غیر دولتی، برگزاری کلاس‌های تقویتی رایگان توسط اساتید برجسته کشور و تحصیل رایگان در دوره‌های شهری پرداز دانشگاه‌ها با بودجه بنیاد شهید و بنیاد جانبازان و سایر نهادهای مربوطه میباشد. همچنین اعطای بورس تحصیلی به افرادی که در رقابت‌های عادلانه و برابر پذیرفته میشوند نیز از دیگر پیشنهادات مطرح شده در این نامه است. این پیشنهاد به عنوان راهکاری برای بهبود وضعیت آموزشی ایران و استفاده بهینه از تمام استعدادهای برتر مطرح شده و هدف آن ایجاد عدالت و رقابت سالم در عرصه تحصیلات عالی است. این کارزار با هدف جلب توجه مسئولان و تصویب تغییرات اساسی در نظام سهمیه بندی در دست امضا و حمایت از سوی اقشار مختلف است. دکتر مهدی صادقی، کارشناس مسائل سیاسی، اجتماعی و بین المللی از تهران با ماست. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای دکتر صادقی، با توجه به راه اندازی کارزاری برای پیشنهاد حذف سهمیه‌های خاص دانشگاه، به نظر شما اجرای این پیشنهاد چه تأثیری بر عدالت آموزشی در ایران خواهد داشت و چگونه میتوان به بهترین شکل هم عدالت و هم قدردانی از این خانواده ها رو حفظ کرد؟ سلام و درود به شما و بینندگان محترم و متشکرم از این فرصتی که در اختیار بنده گذاشتید. ببینید، همون جوری که به خوبی در گزارش شما اشاره شد، اولا که بحث گذاشتن همچین سهمیه هایی پایین آوردن اون ارزش و اون کاریه که اون عزیزان انجام دادن در زمان جنگ، از جون خودشون گذاشتن، یک امر معنوی، دفاع از وطن، دفاع از دین، دفاع از اسلام رو نمیشه با یک موضوع مادی پاسخ داد. خب این که جای خود داره. موضوع بعد این که برقراری عدالت چه به لحاظ دینی، شرعی، عرفی، انسانی، از هر لحاظ برقراری عدالت خب ارزش داره. منتها موضوع مهمتر از اون اینه که در جامعه امروز ما از بابت همین برقراری سهمیه ها آسیب های ما دیدیم. افراد ناشایسته که تخصص کافی و لازم رو ندارن در جایگاه‌های قرار گرفتن، به خودشون آسیب زدن، به کشور آسیب زدن. جوانان ما بحث فرار مغزها از کشور خارج شدن و حتی اونایی که از کشور خارج نمیشن ناامید شدن، چیزی ندارن، که امیدی ندارن که بتونن در دانشگاه مناسب قبول بشن. خب این خیلی خوبه. الان اگر این البته اجرا بشه و زمانم میبره تا این آسیب‌هایی که ما تو این سال‌ها دیدیم از این بابت جبران بشه. موضوع بعدی این که چه راهکارهایی هست. این راهکارهای زیادی هست. حالا من نمیخوام اینجا توی این تلویزیون به روش‌ها و تئوری‌های نئولیبرالیستی اشاره کنم. ما نظریات نئولیبرالیستی که تقریبا امروز هم پذیرفته شده هستن قائل بر اینم که بازی بازار آزاد از بین، رقابت رو از بین نبریم، بازی رو از بین نبریم. اگر قرار به کسایی کمک بشه
میشه قبل از ورود به بازی به اونها کمک کرد. در اینجا ما میتونیم میشه یعنی انواع روش هست. میشه قبل از ورود به دانشگاه با روش‌هایی برای این عزیزان آموزش‌های به صورت مجانی برقرار کرد و انواع کلاس‌ها که در شما در گزارشتون هم گفتید و میشه حتی آموزش‌ها بعد از ورود به دانشگاه ادامه پیدا کنند و به این افراد آموزش‌های دیده بشه داده بشه که با اون رقابت آزاد و رقابت سالم از بین نره، سهمیه‌ای نباشه، تبعیض نباشه که شایستگان به اون جایگاهی که شایسته هستن برسن. و اتفاقا این حالا جدا از بحث این که برای مردم و جامعه مفید است، برای خود حاکمیت هم خوبه. افرادی در این سالها در جایگاه‌ها قرار گرفتن که به حاکمیت آسیب زدن. من اینم می‌خواستم اضافه کنم که فقط موضوع تحصیل نیست، مشکل اصلی بعد از تحصیلات بروز پیدا می‌کنه. خودی‌ها پست‌ها رو می‌گیرن، جایگاه‌ها رو می‌گیرن و ما دیدیم دیگه بیشتر فسادها رو هم معمولاً ناکارآمدی ها، ناشایستگی ها رو این افراد رقم میزنن. اگر ما تا حالا کمتر دیدیم که افراد شایسته و متخصص فسادهایی رو به بار آورده باشن. بله. و این برای خود حاکمیت هم خوبه. بله، سپاس از شما دکتر مهدی صادقی، کارشناس مسائل سیاسی اجتماعی و بین المللی از تهران.